بسم الله الرحمن الرحیم. این تخت بیمارستان من وجه نعمته. برید گاهی وقتا سر بزنید. باور کنید چند وقت پیش که ما رفته بودیم خدمت استاد و بیمارشون تو مشهد، یک وقتی رسید یک ساعت دو ساعت، یک عزیزی گفت یک مریضی تو این بیمارستان هست، اگه بریم پیشش کس و کاری رو نداره، دلش خوش میشه. بریم، ما که الان یک ساعت دو ساعت وقت داریم. رفتیم بیمارستان، بعد دیدیم بله این عزیز رو تخت بیمارستانه. تا ما رو دید چشمای روشن شد. دو کلمه من در رابطه با محبت الله، اشکایی مثل ابر بهار سرازیر، چقدر یک فضایی. من با خودم گفتم این دیوار بیمارستانه، پشت این دیوار بیمارستان اون طرف پیاده رو، اون پیاده رو اگه بری پیششون بگی الله اینطور، رسول اینطور، دین اینطور، آخرت اینطور، چی میگن به تو؟ تو پیاده رو برو امتحان کن چی میگن؟ یک دیوار هم بیشتر وسط نیست. اون طرف دیوار چه خبره؟ گویا اصلان دکل اسلام اون طرف نصب نیست، اصلان اسلام گویا انتنده اونجا نداره، اصلان گویا اینا با الله و رسول آشنا نیستن. از اون طرف این فر دیوار بیا نگاه کن، یکی رو سرش قرآن گذاشته، یکی تسبیح رو دستشه، دو کلمه از الله و رسول میگه دلها نار مشکا میریزه. چقدر تواضعه، چقدر فروتنیه، چقدر نودوسیه، چقدر مریضا خودشون به خودشون میرسیدن. یعنی این مریض میگفت هوای اونو داشت باش، اوه هوای اونو، نودوسی اینجا میباره، خیرخواهی اینجا میباره، توجه الله اینجا، اینجا تواضع، اینجا فروتنی، اینجا انابت، اینجا انسانیت، اینجا همه خوبی ها اینجا زنده است. اون طرف دیوار چه خبره؟ ها، گاهی وقتا مریضی این خوبی ها رو برمغان میاره، کمال انسانی در تو میاره، تقرب به الله میاره، رضایل رو از تو دور میکنه، آخرت تو رو تضمین میکنه، خوبی ها رو برای تو برمغان میاره. یک دیوار وسط، این طرف دیوار، این طرف دیوار. بعد واقعا آدم میبینی که گاهی وقتا نه، اصلا کلن مریضی رحمته. اگرچه انسان باید از الله عافیت بخواد، ما ضعیفیم، از الله دعا کنی الله ما رو به عافیت برسونه به سر منزل مقصود. اما الله وقتی مریضی هم میاره تو خیره، والله خیره. مریضی که همه خوب، برای همین حضرت ایوب حتی نمیگه خدا منو شفا بده، فقط همینقدر رب تعریض عرض حال، الله رب انی مسنی الضر، خدای به من یک مرضی رسیده، بیماری رسیده، و انت ارحم الراحمین، تو از مادر مهربان تری، تو از هر مهربانی مهربان تری. بقیه با خودت، اگه فکر میکنی خدایا تو ارحم الراحمینی دیگه بس این مریضی، منم میگم بس. اصلا نمیگه بس، نمیگه مریضی تمام، نمیگه دیگه مریضی مصیبت، مریضی چه خبره، چرا خدای به من مصیبت آمد، چرا خدای این مصیبت به سر اون فلانی نیامد. نه 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 نه، رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، خدا یک ضرری به من رسیده، تو مرحم الرحمینی، بقیه رو خود بدونی، هر کار دوست داری بکن، من خیرمو نمیدونم، تو خیرمو از من بهتر میدونی. اگه خیر من تو همین مریضیه که من نمیگم شفا بده، ولی اگر خدایا با صحت و سلامتم منو به خودت میرسونی، خدا منو شفا بده که من موندم تو این مریضی، خورده ناتوان شدم. بعد الله تعالی اسباب شفا رو جلوی او مهیا میکنه، اسباب شفا جلوی او مهیا میشه. اینه که دوستان من ببینید، قرآن وقتی باز میکنی، یک گروه خیلی طغیانگرن، یک گروه خیلی سرکشن، یک گروه خیلی در مقابل حق میستن، مترفوها قشر مرفه متنعیم خوشگذران، اولین گروهی که در مقابل انبیا میستاده، اولین گروهی که با عیش و نوش و خوشگذرانی و بیش از حد اونها عذاب پشت سر میامد، همین قشر بود. برابر این گاهی وقتا ثروت طغیانگره، گاهی وقتا پول و دارایی انسان رو از بین میبره، نابود میکنه. اسمش ظاهرش نعمته، اما حقیقتش نقمت و عذابه. هرچی الله ما رو در او قرار میده، تلاشمونو بکنیم، تدبیرمونو بکنیم، دعامونو بکنیم، مرحله سوم چکار کنیم؟ همه رو به الله بسپاری. بعد از این دیگه الله همه رو به تو سپردم، الله هرچی میخوای تو بکنی، الله گر بکشی فدای تو، گر نکشی عطای تو، دل شده مبتلای تو، هر چه کنی رضای تو. بعد از اون مرحله هست، مرحله ده. بنابراین هر چه کاری از برای او بکار، هر کاری که میخوای بکنی برای او بکن، تدبیرم میکنی برای او بکن، چون رضایت الله تو تدبیرم، من تدبیر میکنم، چون رضایت الله تو دعای من دعا میکنم، از دعا نبود مراد عاشقان،
جز سخن گفتن به آن شیرین دهان. از دعا هم من الله رو میخوام، از تدبیرم من الله رو میخوام، از تلاشم من الله رو میخوام، از هر چی که تلاش میکنی الله رو مقصود کن. هر چه کاری، هر چی رو میکاری از برای او بکار، برای او بکار. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر چی که تو قرار داری اونا فنا میشه، سختی تو تمام میشه، مشکل تو، مرض تو، مصیبت تو، سختی تو، این تمام میشه. اما اون لحظات قشنگی که تو این سختیات تو با الله داشتی، اونا تو اعمال نامه تو ثبته. یک روزی چشواز میگنی الله، این مصیبت های دنیای من این همه تقرب توش بود، این همه کفاره گناه توش بود، این همه رضایل از من دور کرد. میگه اون روز همه دعا میکنن که کاش، کاش در میدان محشر، کاش با چنگهای آهنین گوشت بدن ما تک تک کنده میشد و این اکرام اعزاز امروز رو ما میدیدیم.